یه مورفی داعشی حالا چنبر زده روی ایران ما، یه ارتش تازی اسلامی به ریاست دیوانه ها، یه ولایت داعش وقیه که مطیع دستور بیگانه هاست، یه قده چرکیه وخیم زیر کالبد کشور بیمار ما. چل سال این ماشین کشدار مغز جوونا رو میگیره هدف، یه حکومت فاسد مذهبی نبرده ذره ای بویی از شرف، یه سپاهی که عمق جنایتش کشیده تا خود بصره و حلب، یه سیستم تبهکار رأس از اصولگرا و اصلاح طلب. روشن فکر دینیمون خطرناکتر از داعشه، مدرن کردن اسلام حجری در دستور کارشه، همین الانشم اسلحه داره یا تو ماشین یا ساکشه، تو ظاهر با تو دوسته ولی تو ذهنش اصلیه فاحشه. حکومت جاش داره فرمان روایی میکنه، مردم گدایی میکنن، آقا خدایی میکنه، 1400 ساله که با وعده پوچ بهشت آتش به اختیار و باز مست و عبایی میکنه. حکومت جاش داره فرمان روایی میکنه، مردم گدایی میکنن، آقا خدایی میکنه، 1400 ساله که با وعده پوچ بهشت بازم یه محسن حججی هجه پراهی میکنه. سرشونو میدن که باشه این نورون سریه روی سرمون، واسه حرم بشار میمیرن خونشون اندازی تو گردنمون، تا میگیم حجاب نمیخوایم ظلمو بس کنید و بدید حقمون، میگن شهید دادیم خفشو اسید میپاشن تو صورتمون. با سعودی ها زاویه داریم ولی خدا و دینمون از سعودی هاست، اسم و فامیل حسن و حسین ولی حساس روی نام خلیج پارس، خلیجی که دادن به باد و تحت کنترل این چینی هاست، البته از ماست که بر ماست که اینطوری ملت داره پس میده تخاست. وقت انتخابات که میشه ایران میشه مثل کشور سوئیس، بسیجی ها غلاف میکنن حتی بی حجاب میشه خانم پلیس، سلبرتی ها حالا سمی و حریص رسانه شدن از مغزای مریض، گزینه ها همه رفت زیر میز از رشوه و ریا و دزدی رئیس، از مردم گشنت نمیگی واسه اسب حسین ولی میزنی تو زار، خبرداری از تفلان مسلم و خبر نداری نوید که ای رفت رو دار، کشور رو کردین یه تار که خونه با تحریف و دروغ و دزدی و شعار، سفره انقلاب خالی برام ولی زیر عباد شده مخزن دلار. انقلاب کردیم که اسلامی بشیم، مگه شاه خودمون مومن نبود؟ مگه مسجد و حجاب و قاری قرآن نبود؟ قدرت برتر منطقه همین ایران نبود؟ سختی بود ولی این همه شکنجه ظلم و دزدی و غم و زندان نبود؟ حق بی خدا بهایی و مسیحی چوبه اعدام نبود؟ ایرانم انقدر بد بیرون نبود؟ بعضی ها معتقدن که اسلام واقعی اجرا نشد، مگه جواز جنایتتون به دست آیت الله امضا نشد؟ با قطع دست شلاق و اسید اسلام واقعی احیا نشد؟ مگه نوید افکاریمون به حکم الهی اعدام نشد؟ جلو الکولو گرفتن و مواد مخدر رو ریختن تو شهر، میخوان که جوونا همه دودی و انگی و تزریقیشن، مغز ادهی رو شستشو دادن و جسم و روحشون رو دارن تو چنگ، ترسن از روز که این ملت هم پیمانه که دست بشن. پول نفت میره غزه و لبنان و هزینه میشه واسه ساختن موشک، موشکی که میزنه خودی رو از رو زمین تا دریا و فلک، ورزشکارا میرن المپیک و باید به بازن و نرن رو دوشک، یه روزم بدون که میخوری از همین مردم مظلوم توچک. سپاهی فراری نظام مهمون تحلیل بی بی سیه، با توجیهاش ماله میکشه به نظام اعدام و قصاص و دیه، رسانه ها بعضن حالا زد و بند دارن با این معرفیه، مدافع ولایت فقیه و بقای جمهوری اسلامیه. دست هم رازو شکوندن ولی عمر خبریش کوتاه، سرنوشت دختران انقلاب در چنگ مشتی عقرب و روبا بود، ظلمه بر همجنسگرا دختر خورد ساله و زن، همه بر پایه یک آیه ای از الله بود. حکومت جاش داره فرمان روایی میکنه، مردم گدایی میکنن، آقا خدایی میکنه، 1400 ساله که با وعده پوچ بهشت آتش به اختیار و باز مست و هوایی میکنه. حکومت جاش داره فرمان روایی میکنه، مردم گدایی میکنن، آقا خدایی میکنه، 1400 ساله که با وعده پوچ بهشت بازم یه محسن حججی به جبهه را